رژیم برای خودش کیسه دوخته بود که با سفر آخوند روحانی به نیویورک راهی رو برای کاهش فشارها روی خودش باز کنه، اما شاهد این هستیم که نتیجه کاملا معکوس شد و همه چیز علیه خودش به کار گرفته شد. ضمن اینکه با تظاهرات بزرگ ایرانیان آزادیخواه و همینطور فعالیت‌های افشاگرانه که علیه رژیم انجام شد، این سفر کاملا برای رژیم به یک شکست تبدیل شد. نگاهی داریم به توییت‌های در همین زمینه. کاربر نوشته: دستاورد سفر روحانی یک، برباد رفتن تلاش چند ساله موگرینی. دو، شکست طرح مکرون. سه، ممنوع سفر شدن مقامات رژیم و آزاده ها به آمریکا. فاصله گرفتن اتحادیه اروپا از شعبده اصلاحات. مهر شدن عمل تروریستی ملاها در عربستان. روی میز گذاشتن گزینه نظامی توسط الجوبیر و ناامیدی طرح امید. کاربر دیگه هم به اهمیت تظاهرات ایرانیان اشاره کرده و نوشته: ایرانیان هوشیار اجازه ندادند که روحانی شیاد جهان را بفریبد و خودش را نماینده ملت ایران جا بزند. زردپوش‌های شجاع با فریادهای مستمر خود به دنیا هشدار دادند که او گرگی است در لباس میش. فریبش را نخورید. کاربر دیگری هم ضمن انتشار کلیپی از تظاهرات نیویورک نوشته: درود بر ایرانیان آزاده‌ای که در هر زمان و هر مکان صدای اعتراض مردم ایران را به گوش جهانیان فریاد می‌زنند. دیگر دوران مماشات به پایان رسیده است. سیاست درست، سیاست قاطع علیه رژیم ملاها و به رسمیت شناختن حق مردم و مقاومت ایران برای تغییر رژیم در ایران است. سیاست قاطعیت با رژیم الان دیگه تقریبا به یک خواسته عمومی تبدیل شده و همه خواهان توقف سازش با آخوندها هستند. در توییت دیگه اومده: کشتار، تخریب و صدور تروریست و نسل‌کشی پرونده 40 ساله رژیم ولایت فقیه هست که فقط برای ادامه حاکمیت ننگین خود به آن دست می‌زند و هر روز به آن می‌افزاید، ولی سیاست سکوت و مماشات آخوندها را جریتر می‌کند و تنها با قاطعیت علیه رژیم می‌توان آنها را به زیر کشید. کاربر دیگری هم به مخالفت مردم ایران با اصل نظام اشاره کرده و نوشته: با اصل نظام مخالفم. مردم ایران سالیان است که خواهان سرنگونی آخوندها هستند. البته اگر مماشاتگران خارجی به او کمک نکنند، خود مردم او را سرنگون می کنند و خواهند کرد. آن وقت سفره ها پر می شود و خنده بر لبهایشان می نشیند و بچه ها همه در یک ساعت تحصیل می کنند. کاربر دیگه هم با اشاره به بندوبست هایی که با رژیم صورت گرفته نوشته: بندوبست خانانه اوباما با ملاهای حاکم بر ایران هرگز از خاطر ملت ایران پاک نخواهد شد. بندوبستی که برای رژیم ولایت فقیه زمان خرید و عمر این دیکتاتوری را طولانی تر کرد. بعضی از کاربران هم از ادامه مسیر تا براندازی گفتند. کاربری نوشته: آتش زیر خاکستر سرانجام از جایی که آخوندها فکرش را نمی کنند شعله خواهد کشید. بغض فروخفته 40 ساله، فریاد در گلوی پدران و اشکگاه مادران، همچون گدازی آتشفشان شهرها را در می نوردند. کاربر دیگه هم با اشاره به محرومیت مردم ایران نوشته: 40 سال است که سالانه 1 میلیارد دلار فقط خرج فلسطین و تروریست های حزب الله لبنان شده. با این پول چند مدرسه می شود ساخت؟ تا روزی که وضع کودکان سیستان و بلوچستان این گونه است، من مبارزه می کنم. براندازم. در بخشی از توییت ها هم به نقش مجاهدین و مقاومت ایران در مبارزه 40 سال اخیر و قدرت آلترناتیو اشاره شده. کاربری نوشته: بهترین و کاراترین راه بازداشتن رژیم ناقض حقوق بشر در ایران به رسمیت شناختن جنبش مقاومت مردم ایران به عنوان آلترناتیو دموکراتیک به رهبری ریاست جمهور منتخب مقاومت خانم مریم رجوی است. کاربر دیگه هم به وجود یک آلترناتیو قوی اشاره کرده و نوشته: مردم ایران یک آلترناتیو سازمان یافته متشکل با تشکیلات منسجم و همچنین کانونهای شورشی در شهرهای شورشی دارند. بنابراین می توانند این رژیم را سرنگون کنند. بله، دقیقاً به همین دلیل هم هست که رژیم تا این حد از قیام ایران، کانونهای شورشی و آلترناتیو دموکراتیک در هراسه، چرا که پایان خودش رو در اونها می بینه. امیدوارم که گزارش امروز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا فردا، خدا نگهدار همه شما.